دوست بسیار عزیزم جناب آقای ستونزاده، با سلام و عرض ارادت برای معذرت خواهی از حادثه ناراحت کننده ای که دیشب موجب ناراحتی نه تکدر خاطر خدمت رسیدم. تشریف نداشتی؟ صبح تشریف باشی. سلام بر سر مصرف ها. سلام. خودکار بگیم اینجا چه مگمیم؟ خودکار چه رنگی باشم؟ هر رنگی ندارم. سرمه‌ای، مشکی، قرمز، ناخونگیر دارم. نه بابا چون خودکار. تلفن نمیخوای بزنی؟ دوزاری دارم. نخواستم اصلا. آهان، آقای ستون آمد. حتما خودکار دارم. نه نمیخواد. باید رفیقت نیست؟ چرا اما؟ رود ننشد، من برات میگیرم. گفتم نمیخواد. بالاخره من باید خدمتی برای شما انجام بدم. سلام بس. وضعیت چی هست آقای خمار رو؟ سرسنگین جواب داد. برو بعدم برای توضیح بدم. اگر به خاطر روش زیادتونت ما اینجای ما. برو هستم چون برو ساعت که ببینم آقای خمار رو. آقای ستون یه وقت فکر نگیری که ایشون بیکس و کارستا رفیقای مثل ما دارد آقا. اینه بگن ما تا پای جان براش واسدادی. حسن جون برو، خواهش میکنم برو دیگه. ببین بیا کلی مغازه رو بگی، برو مغازه رو بکن. خیلی خوب. برو دیگه. رفتم. بیا بابا عصبانی نشو. آی ستون زده، من میخواستم من میخواستم واقعا از ماجرایی که دیشب پیش اومد من میدونم شما ناراحت شدین. حق با شما بود. اما یارون ازش که بفهمی. بالاخره چی شد که خواستگاری به هم خورد آقا اصلا؟ حالا خواستگاری زیاد مهم نیست. چیزی که فکر و خیال من ناراحت کرده مسئله ستون زاده است. چطور؟ اینجور که خواستگاری به هم خورد این ستون. الو امی؟ امی جون؟ چی شد؟ چی دیگه روبا؟ رفتی نه نه بابا، یارو تو چی؟ تو چی گفته؟ تو اونجا میخی؟ باشه بشین، خودم باید زنگ میزنم. عجب آدم هایی پیدا میشن ها. خب میگفتی آقا حسن، باور کن از دیشب تا حالا از ناراحتی هستن حال روز خودم نمیفهمم. آقا چرا؟ آخه ستون زاده بنده خدا الو تو قد شد. الو آقا قطع کن، دارم شماره میگیرم. خب من دارم شماره میگیرم. آقا من اول شماره گرفتم، قطع کن. به چه پرو میزنم تو گوشت شماره میگیرم. قطع کن دیگه بابا. خب قطع کن دوباره بگیر. آخه داره زور میگه آقا اصد. خب اونم خیال میکنه تو زور میگی. خیلی خب بابا میگفتی آقا اصد. بگو دلم میخواد خودت با بقیه دوستا یه جوری یه کاری بکنی که این مشکل حل بشه. مشکل چی هست؟ این چی دیگه؟ این ستون زاده بنده خدا. محمود آقا نوکرتم. خودتی؟ دستم غیرت تو. واسه چی تو زدی؟ آخه نوکرتم سقفش آفتاب خورده رنگش پریده. گناه فروشنده چیه؟ ببین اوکازیون از دستش میدی یا؟ ببین همونجا باش، من خودم میام ببینم مشکل تو چیه. خب نوکرتم جای نریا. قربونت برم اومدم.
خب داشتم ستون زاده رو میگفتم. بابا تو هم که جون آدمو بالا میاری تا یه کلمه حرف بزنی. تو یه جمله بگم این ستون زاده بنده خدا مادرت. ببین آقا بله بفرمایید. بقیه‌اش بعدم بگو. خدا بله خوبم مشکرم. خدا حافظ. با شما نبودم. چشم بسیار خوب میام. دیگه کاری نداری؟ خدا حافظ. بفرمایید. باشه. سلام علیکم. سلام قربان. بفرمایید. بفرمایید. جناب رفعت. رسیدم بخیر. چه نگشتی قربان؟ دو هفته میشه. مسافرتون خیلی طول کشید. بله 4-5 سال شد. از دیدین کمک تو کنم. این دستون در... خیلی من. اصلا میکنین دیگه؟ بله. اجازه بده کمکتون کنم. اجازه بده بفرمی. خیلی ممنون. لاغر کردیم ها؟ بله تو رژیمم. اونجا که بودم تحت نظر پزشک بودم. کجا؟ خارجه دیگه. چند کیلو؟ 15 کیلو. ماشاءالله. خیال داریم بمونین دیگه نه؟ نه خیر برمیگردم. اومدم که یه سر و سامونی به اوضاع مالیم بدم. میخوام مغازه ها رو بفروشم. همشو؟ بله. اینجا ها دیگه ترقیشو کرده باید ردش کرد. خیال دارم ایشالا با امید خدا یه پاساژ بالای شهر معامله کنم. مبارک. آخه. بخشون اصلا جون متاسفم. خواستم بی زحمت اگه ممکنه سر این آقا رو همچین یه صفایی بدی. صفا بدم؟ آره آخه میخوایم ببریمش گردش. متوجه نشدم. بازا خودم حالش کنم اصلا جمعه خلاف بگی بیشین حرف نباشه. بیاد میبینی دستم به دست دنده بیاد نفهمیدم جریان چیه. ببین اصلا جون این بابا خلافکاره. بله. از اشرار محله. بله. قراره برای عبرت ببریمش تو محل بگردونیمش تا دیگه از این کارا نکنه. بله چی کرده از سرکه ها؟ بفهمین چی کار نکرده. جیب بری کرده، کیف زنی کرده، تیغ کشیده، ماشین مردم لغ کرده. شما گوش بده من چه گناهی کردم. من داشتم تو خیابون مثل بچه آدمی زاد واسه خودم دلی راه میرفتم. دیدم کنار خیابون یه ماشین وایستاده مثل عروس از کویتی بهتر. ما الکی الکی بی منظور دست زدیم دیدیم درش بازه. توشو نگاه کردم یک ضبط ژاپنی دیجیتال ماه مثل ماه. اون توه. منم وقتی زب میبینم وساوسم به کار میفته. آدم هم وقتی وساوسش به کار میفته چیه؟ دستش گج میشه درسته سرکار؟ خیلی حرف میزنی. اجازه بدین حرفشو بزنی سرکار جم. آقای نوکرتم فراتشم. خلاصه اینو ما دست کردیم زبتر باز کردیم ببینیم چیه. کلانترین آدم ما رو گرفتن میگن کار توه. میگم پدرت خون مادرت خون مگه هرکی زب باز میکنه کار منه. من تو این شهر فقط ما زب باز میکنیم. شما که فهم داری کبالات داری آقای شما بگو. من اصلا اون روز اونجا نبودم. خونه ما پایین شهره. ضبط بالا شهر بود. اصلا به ما چه مربوطه؟ حالا گیرن فرزن محال ما این کار کرده باشیم یه درصد. میگم ببخشید معذرت میخوام. در اصل لذتیه که در انتقام نیست. بخشش یا بزرگونه.
میگن نه واسه یه ثبت بی‌قابلیت هنگ کنگی که هدش هم خرابه 3 تومن ازم نمیخرن میخوام منو ببرن تو محل بگردونن آبرم رو ببرن رو رو برو ضبط سود باباره باز کرده حالا توقع بخشش هم داره یارو در ماشینشو باز گذاشته تقصیر منه برو بشین حالا جوونه سرکار جون یه اشتباهی کرده خب باید راهنمایی بشه صحیح نیست به خاطر یه ضبط سود جوونه ببرین تو محل بگردونی ای نوکرتم آقای افسر نگم داره برو بشین بی خود میگه استاد جون شما چرا این حرفو میزنی؟ این یه موش مرده یه که نگو شگردش اینه که خود چه بزنه به موش مردگی ای اسمال موش مرده که میگن همینه خودشه دنخور اینها تمام جرایمش رو سینش نوشته شده دزدی شرارت تیغ زنی کیف ربایی اخاذی ارعاب ایجاد مزاحمت برای مردم سلب آسایش امنیت از کسبه خلاصه خلافی نیست که تو پروندهش نباشه اینایی که اینجا نوشته همش واهیه باتونه تهمته از من سر بالاتر تو این محله پیدا نمیشه آره؟ از قیافت پیداست مجرد قیافه من چشه؟ هیچی فقط داد میزنه که چی کاره ای خب رو به رو آینه نشستی خودت هم نگاه کن حرف نباشه ببخشی سرکار حالا برای چی تشریف آوردین اینجا؟ اومدیم اینجا شما محبت کنی لطف کنی سر ایشون یه ماشین بندازی مگه خودتون اونجا سرمونی نداری؟ چرا داریم؟ رفته مرخصی خب اونم آدم کار زیاده خسته میشه استراحت بکن نه سرکار جون غلط حرف نزن آخه ببین سرکار جون من تا حالا از اینجور موارد اصلاح نکردم اصلا کار من نیست حالا چه اشکالی داره قربونت برم من یه ماشین میندازی یا تموم چطور ایراد نداره سرکار جون اینجا افراد محترم آمد و رفت میکنن صحیح نیست که عرض و لباش اصلاح بشه اوه حرفت دهنه تو بفهم یعنی ما عرض و لباشیم نیستی؟ نه که نیستم حرف نباشه من که چیزی نگفتم این عوضی میگه ببخشی سرکار جون ممکنه من از این کار معاف کنین تشریف برین یه سلمونی دیگه میبخشین اوسا ما عجله داریم تازه دیرمونم شده خیلی خوب آقای محترم بفرمید بشینید چی رو بفرمایین بشینید نوبت منه یه ساعت اینجا نشستم بیکار که نیستم کار زندگی دارم آقا من بکارم نه مگه من میکنم به جون خواستایی داریم هزار جون کار گرفتاری دارم حالا من همه چی؟ این دوتا سرکار چی؟ اینا کار زندگیشون افتادن اینا حالا ما دارن سر پستشون 100 تا بدتر از من دستگیر کنن که خلاف نباشه تو مملکت وقتشون ارزش داره نگاه میکنه درسته سرکار؟ عجب زبونی داری ما را از سیگار میگیرم آدم ها 100 بار میگیرن این سرکار میگیره اینقدر خوش اخلاقه خوش رو همین دیگه آقا همین از اخلاق خوش شما سوء استفاده میکنن دوتا کشیده بخوابونه میخه گوششون تا حساب کار خودشونو بکنن آقای باشه تانکر ترهیم حرف نباشه حالا اجازه میفرمین 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه خیلی خوب آقا زودتر شرشو بکن بره بشین خیلی خوب لطفا دستشو باز کن در میره ای آقا اینجا که یه در بیشتر نداره شمام که اینجایی چطوری میخواد در بره؟ من اینجا پشت در وایسادم سرکار جان خیالت راحت بشه بهه شما این موش مرده رو نمیشناسین چشم به هم بذاری ها از تو سوراخ راهب هم در رفت نه قول میده فرار نکنه مگه نه آقا اسمه به جون خارزاده داییم قول میدم فرار نکنم خیلی خوب سرکار جون دستشو باز کن اینم به خاطر اوستا نوکرتم آخش خیلی آقای سرور سالاری خوش شما از داری شاله فصل شرفه میکنن نکرم بسته دیگه بلبر زبونی نکن بگی بشین بسته چه قشنگ بزنی ها این مدر آلادارشو مالادارسونی ها نزنی ها چه جیری بزنم با ماشین نمره 4 اینجوری بله اینجوری اینجوری مدل 4 را آخه صحیح نیست سرکار بسته جین تو بزن ناراحت نباش کار ما اینه یه چهار رو باز بکن بسش هم یه چشمک زن بزن تصدوب مصدوب نشه چهار رو دیگه خوششم میاد ببینم جوره دفعه چندومه میگیرنه تو با بری دفعه اولمه 10 دفعه بیشتر تا حالا گرفتیمش هر دفعه میاد قول شرف میده تعهد میده که دیگه از این کارا نکنه باز 2 مرتبه پاشی که میذاره بیرون ها روز از نو روزی از نو اینا آدم بشو نیستن سرکار جون من خیلی دلم خوادم باشم
اما نمیدونم چرا هر کاری میکنم نمیشم. اصلا هر کاری میکنم اوستا انگار که علاقه تو نبشم. آخ حیف از تو نیست جوون. حف ننم بود که مرد، از دست من دق کرد، انقدر خوش رو زد گیسش رو کن که آخر سر چی سلاتون گرفت و عمرش رو داد بشون. خدا هیچ کس رو بی ننه نکنه بی مادر. مادر مادر من عشق دیدگان تو من بوسه میزنم مادر مادر. در آقایونو بردی؟ میبخش شست رو سر تو درد آوردم، یاد ننم افتادم، جیگرم کباب شد. شما حسابش بکن یه مادر چقدی باید زحمت بکشه این تلف مصنوع از تو گهواره دستشو بگیره بیاره بیرون. دستم بگرفت و پا به پا و تا را رفتن آمون. بعد چی تک زبون به این حرف یاد بده، بعد نقاشه بهش قضا بده تازه چی بشه بزرگ بشه، بشه کی بشه اسمال موش برده یا لاته بی سر و پا. ای توپ برات بیاد روزگار. خدا بیام ارزتت مادر. مادره رو دقمر کردی حالا آوازم میخونی؟ انسان باید منطق داشته باشد آقای موشمرده. دق کرد اگه از اول رفته بودی دنبال یک کار شرافتمندانه الان علنگو هم دستت نمینداخته. به جونتو رفتم دنبال کار شرافتمندانه، کار شرافتمندانه بده نکردم. آقا شما که آدم شرافتمندی هستی جلو آقایون یه کار شرافتمندانه واسه ما سراغ نری. اکه دست رسد داری بابا امثال شما عادت کردیم به دزدی. اهل کار نیستین که. من اهل کار نیستم. من انقدر بودم کار میکردم. 6 سالم بود آقا منو گذاشت سر کار. کجا؟ پشت گاراژ توکل بلورسازی شیشه بری میکردم. باقالی بودم. روزی 15,000 مزد میگرفتم. اما چی؟ ننم خیلی آرزو داشت ما سواد یاد بگیریم. دست ما رو گرفت برد کجا؟ گذاشت مدرسه عادی که درس بخونیم. اما چی؟ آقای اومد ما رو در آورد. ما رو اونجا در آورد. چرا؟ ننه میگفت علم بهتره. بابا هم گفت ثروت بهتره. هی ایمان میذاشت مدرسه، هی اونمان میذاشت سر کار، هی میذاشت سر مدرسه، میذاشت سر کار. بالاخره شما نفهمیدیم درد چیه، نفهمیدیم کار چیه. به جون سرکار تو مدرسه هر چی فکر بکنی بس میگرفتم، املا بس میگرفتم، مشق بس میگرفتم، تربیت بدنی که همه صف میگرفتم بس میگرفتم. اما آقا میگفت چی؟ میگفت بس به چه در میخوره، برو کار کن یه پول در بیار. من هم صبح تا شب جون میکندم، کار میکردم، پول میگرفتم، میومدم خونه، میذاشتم جیبم، میخوابیدم، آقای جیبم پوله رو میزد. نه که معتاد بود، فرهنگ نهاش. اصلا تو فکر بکنی، هرچی فکر بکنی و تقصیر این آقا میشون. اگه این آقام دو کلون فرهنگ داشت، اگه واسه من یه دو چرخه 24 میخرید، بسته دیگه نمیخواد نطق کنی. اوستا جون قربونت، زودتر کارشو تموم کن ما بریم. تموم شد، اجازه بدین حرفشو بزنه سرکار جون. ناکرتم اوستا، خیلی آقایی. من این حرفا رو میزنم که اوستا آقایون درس عربت باشه، که ببینن چی شده که یه جوون سر به رای این من به این روز کشیده شده. چی پیش اومده؟ این آقایون روانشناسا، اینایی که سرشون به تنشون میارزه، باید بیان ببینن چرا ما قده حقارت در آوردیم. یه نصیحت دیگه میخوام بکنم، دیگه چیز دیگه نمیگم. اونم اینه که عرفت بعد، عرفت ناباب حذر کن. که هرچه کرد با من، آشنا کرد. دشمن دانا بلندت میکنن، ولی چی؟ بر زمینت میزند نادان دوست. غزل چی میگه؟ بندی دهم تو را که با خلق این زمانه سلامیان و سلام. آن کس که گفت با تو رفیقم، رفیق نیست.
به ظاهر رفیق است و به باطن شفیق نیست. باشو آنان به فکر اینن که دمادم بدوشند، آنان به فکر اینن که دمادم بدوشند، تا که گفتی غلام تو هم به یک پول سیاه میفروشند. خواهی خلاص شوی زین خلق زمانه، سلامی و و سلام. سرکار دست برد سرکار جان. حالا نمیشه این نفره ببخشی گل میدهد دیگه جارا نگیره؟ نه خیر نمیشه، دست ما چه نیستش که. اوستا جون میبخشید مزاحم شدیم. خیلی خیلی معذرت میخوام. قربون شما سرکار جون. آقا از شما معذرت میخوام. میبخشید وقت شما رو گرفتیم. یا علی با اجازه. ببخشید اگه بعدی خوبی دیدی اما حلالمو مکو. ان شاء الله یه روز بیام مثل این آقا سنگ رنگی بشین. موامو علی قاسمی. را بیا. را بیا. را بیا. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. منم از ببخشید ببخشید. خیلی کچکم نام اینا چرا تو جه من جا مونده؟ مال شماست استاد. نگفتم گول حرفاشو نخورین؟ یه موش مرده یه اون سرش ناپیدا. شوخی کرده سر کرده. بیا بریم. خوش آمد. خدا حافظ. گفتم که اینا آدم بشو نیستن. آقا اصلا بیاسلام بیا آقا اصلا همچین بد قیافه هم نیستی ها؟ هیچ کس بد قیافه نیست. آقا اصلا بفرما نهار. به سلامتی وجودت نهار آوردن. پس بیا بشین با من بخوریم. بفرمید. نه به جان آقا اصلا. بخور با هم میخوریم دیگه. اما یه شرط دارد آ. که شما هم از نهار من بخور. باشه. این آقای سوزون حد به حسابش چی هست؟ هیچی. یه ماجرای پیش اومده از هم دلخور شده. امروز هم فهمیدم با هم قهر کرده. انتقام تو میگیرن. اصلا دیگه به سیگار نمیفروشم. تو اگه به کسی سیگار نفروشی که بهش خدمت کردی. میدونی این سیگار چه پدری از دیگه در میاره؟ حالا که اینجوره تا افردا زودکی پنج بستم مزده بهش سیگار میفروشم. از اون اشنوهایی که گازویلی هستم دید میکنم. ستون زده مرد محترمیه، رفیق همسایه است، دوسته. به هر حال احترامش واجبه.
پس من باید چه کار کنم؟ تو؟ هیچی چی کار کنی؟ بالاخره تو عالم رفاقت ما هم باید یک کاری انجام بدیم. بهترین کار اینه که دوستا پادرمیونی کنن، ما رو با هم آشتی بدن. منت کشی نکنی ها؟ آخه تقصیر من بود. سبزی نداریم؟ تربچه‌ای، پیازچه‌ای؟ نه والا. بخور دیگه. دست شما درد نکنه با. بس هست دیگه. سر که خوش. ترشی چی؟ بیمزه از غذا؟ نه بابا. آدمیزاد باید دلش به یه چیز خوش باشد. خوره. میدونی من الان دلم به چی خوش هست؟ به چی؟ به اون چایی تازه دمی که قرار است بعد از نهار به هم بدی؟ خنده بگه نه؟ بفرمی، اینم چایی دست داری ما دست نکنه من دفعه بگم من نمیاد شما آجا خوزه شد من دوشی من خواهش میکنم آقای ستونزاده تمنا میکنم من بمیرم بیا بری تو آره. یکی بمیری نمیام شما بزرگتری آقای ستونزاده بخشش از بزرگون دایی راست میگه والا چه بزرگتری که سکه یه پونم کرد خواهد ای بابا منو بزن دایی بابا نکن میدم بابا اون که خودش نمیخواست تفلک کار دیگه اصلا بیا بریم بابا زشته بعد یه اون همسایه‌گری بعد از یه اون رفاقت آخه در همسایه چی میگن؟ آره شما آدم پخته ای از این آقای ستون زاده بیا بریم برو خود بچه این پخته بودم اما این مردم منو سوزوندن آتیش گرفتم گور گرفتم جز خانه شدم دلت کار بیا بریم برو خود بچه این نکنم بیا بریم برو خود بچه مینت کشه را آوردنه جان از هر کار آمد مینت کشه آورده ببینه یه دونه چاقو بده بینه چاقو میخوای چیکار؟ پیز باشد و بزرگ گفتم میخوای چیکار؟ نداری برم از گولام قصاب بگیرم آه. اول بگو میخوای چیکار؟ بابا هندانه برای آشتگینون گرفتم آه. چاقو تو پستو آقا هست تو رو به خدا بیا سر من زودتر تموم کن من کار دارم چشم. اگه میدونستم امروز از این خبر هاست اصلا نمیمدم اسلام خبری نیست آقای عزیزی برم خونه بذاری گرم چیش کجا آقا؟ اگه من مردم که بذاری بیری آسی نکنین و روی هم دیگر نبوسین محاله بذارم خود از این در بذارم راست میگه واسه که اون چاقو رو ازش میگیره هه؟ چاقو از دست میگیرد؟ پس هندوانه آشتی گرونه با چی دارچ کنم؟ بیا برای هندوانه بیا آقا ستون زاده بیا بیا جلو آقا ستون زاده آقا اسد بیا جلو بیا آقا اسد بیا جلو بیا جلو بیا آقا ستون زاده اجازه بده شروع نکنید آقا من دو کلمه حرف دارم آقای ستون زاده اجازه بده آقا اسد آقای ستون زاده حرف دارن بفرمایید آقا من حرفم اینه من که بچه نیستم سر هیچی پوچ غر کنم بابا اول رو همدیگر رو ببوسیم بعد آره اول همدیگر رو ببوسیم آشتی بکنیم بعد میشینیم مفصل حق میزنیم هی میگن همدیگر رو ببوسیم اول بذاریم من بگم دردم چیه کجای دلم میسوزه چرا میسوزه برای چی میسوزه چرا سوزه که اون خوب نمیشه بعد پس بریم سوار سوختگی آقا اجازه بدین اگه گذشتن یکی دو کلمه حرف بزنه بفرمایید آقای ستون زاده هی میگین بفرمایید
برای تو میام حرف بزنم نمیذاری. باستر میرسی. من حرف میزنم یا تو؟ اجازه بدین. تو رو خدا شلوغ نکنین. من اصلا حالم خوش نیست. اجازه بدین. اجازه بده آقای جعفری. اینقدر به هم نگین. اجازه بدین. اجازه بدین. من الان حالم به هم میخوره. اجازه بدین. بذارین کار این آقا تموم بشه. بعد من که از خدا دلم میخواد زودتر مرخص بشم. سرم نیمه کار از آقا. آقا حرف من اینه. بفرمایید. اجازه میفرمایین؟ عرض کردم که بفرمایید. کسی که متجاوز از 40 سال از عمرش میگذره. 45 6 7 8 9 10 هرچی بذارین حرفمو بذارم. بفرم. معنیش چیه؟ یعنی همون اندازه 40 و چند سال با مادرش زندگی کرد. درسته. از اخلاق و رفتارش خبر. درسته. آقا اینقدر تصدیق نفرمایید. تکذیب میکنم. غلطه. بذار حرفشو بزنه. وقتی اومدم پادر میونه کردم پیش فامیل چندین و چند سالم رو انداختم. یعنی چی؟ یعنی یعنی پای آبرو و حیثیت من در میونه. آقای اسد خمارلو، بله. شما که از اخلاق والده محترمتون خبر داشتین، شما که میدونستین اگه از آسمون هفتم هم که شده بالاخره یه بهانه پیدا میکنه و خواستگاری رو به هم میزنه، چرا با آبرو و حیثیت من بازی کردین؟ من دیگه چطوری میتونم تو روی فامیل زنم بگاه کنم؟ مخصوصا خلام سخانه دیگی بلی. تو خدا اول سر من اصلاح کنیم بعد با هم آشتی کنیم. چشم آقای عزیزی، حق با شماست. حق با شماست آقای ستون زاده. من اون روز در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت. یعنی چی؟ اون روز شما نه اجازه دادید من حرف بزنم نه نظر منو پرسیدید. بلافاصله گوشی رو برداشتین و قرار گذاشتین. دروغ که حناق نیست آقا جعفری. شما خود شاهد بودید. من سر خود قرار گذاشتم یا آقا اسد من گفت من زن میخوام. ناراحت نشین آقای ستون زاده. آقا اسد قبول داره که حق با شماست. بله. درست آقا اسد؟ بله. بله. پس بهتره گذشته ها رو فراموش کنید و روی همدیگه رو ببوسید. بله. آقا اسد من دارم بخواد این حرفو که مثل حناق بی خیر منو گرفته یادداشت کنی گوشه دلتون نگه داری. بگو ما یادداشت. بفرمایید. تا زمانی که مادر آقا اسد بالا سرشه تا دنیا دنیاست محاله بذاره عروسی این مرد با بنی بشر سر بگیره. چرا آقای ستون زاده؟ حالا مگه اون خواستگاری به هم خورده دلیل میشه که همش به هم بخوره؟ من میدونم یا شما. حالا اگه یه روزی زنگ گرفت چی؟ اگه روزی روزگار این آقا اسد عروسی کرد من عجیب خودم یه ولیمه مشتی به همه کاسبای محل میدم. آخ جون مرد و حرفش. من بچه زورخونم بیرا حرف نمیزنم. نوکرت هم منم ولی میخورم پاش باید سردید نکنه یه پر تو گلو خورمون نسته عجبه دست در نکنه. متشکرم. یه جلوم یه جلوم شطور من که خیلی کوچیکه. بخور سیداد در نیاد که برای خودیم قسمت گوسفندیش باندم. نه بابا. آقا عجب شد. آقا چرا همچین میگم کنم؟ دشت کرده. چی؟ دشت کرده. آقای عزیزی. آقای عزیزی. این بنده خدا گفت از سر سیدادم به هم میشه. عزیزی جان. آقا جان. آقا عزیزی. عزیزی جان. آقا عزیزی جان. آقا عزیزی جان. آقا عزیزی جان. یعنی شهر نابه اینده نمیشه. بابا 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 بیده بخوره. بیا بیا. نه من صورته. نه بابا آقا نه بابا. عجب غلطی کردم امروز اومدم اصلاح. بابا بازم چه بینه الهی زخ نمیره اینم داره با عذا قصه میگه با عذا قصه میگه با عذا
جان. حالا کی بهش میگه؟ آقا جونت بگه بهتره. بنده رو خانم خواهش میکنم دیگه وارد این ماجرا نکنی. یعنی چی؟ یعنی شما دلت داره بچت شور نمیزنه؟ خب چرا؟ اومد و فردا من و شما سرمون گذاشتیم زمین. خدا نه. نباید این بچه سر سامون بگیره. خیلی خب بولت باشی بهش میگه بهتر. من؟ آره. تو خودت دختر پیشنهاد کردی، خب خودت هم بهش بگو. تو رو عاطفه بگی بهتره. من؟ نه اصلا بهتره امشب بشی چی نگی. بذارین یه ذره از ماجرای دیشب بگذره، بعدم بهش میگیم، دیر نمیشه که. سلام. سلام عزیزم. سلام علیکم. احوال شما؟ به 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 به. ببین چی آوردم برات. این ماره زیبا. این هم ماره زیبا. حالا یه بوس بده. دایی جون بابا برات زن پیدا کرده. قراره بریم خواستگاری. چی؟ فامیلی بابا از دختر خیلی خوبیه، مامان بزرگم خوشحاله. ببینم باز چه نقشه کشیدی. هیچی مادر، بلوک باشی لطف کرده یکی از فامیلای دورش به ما معرفی کرده، قرار همین روزا بریم خواستگاری. گوش کن مادر، من اصلا خیال زن گرفتن ندارم، خواهش میکنم دست از سرم برداری. خوبه خوبه سر من شیره نمال، تو دلت میخواد زن بگیری، هیچ عیبی هم نداره، خیلی هم خوبه، به خدا قسم من آرزوم تو زودتر بری سر خونه زندگی خودت، اما اجازه نمیدم هر کس و ناکسی برات دست بالا کنه، نمیخوام مثل بچم یوسف بره بیفتی تو چاکی دیگه دستم بهت نرسه. اینه که خودم برات یه دختر خوب در نظر گرفتم، فامیل دور بلوک باشیه، از هر نظر مناسبه، قراره یه روز تعیین کنن خبر بدن. حالا دیگه حرف نزن، برو دستاتو بشور بیا میخواییم شام بخوریم. کیش و ماد